سلام بر شما. من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه وقت فراموشی نیست با شما هستم. قبل از هر چیز سال نوی ایرانی رو به شما شاد باش میگم و آرزو دارم و امیدوارم که امسال سالی خوب، خوش، سراسر از آرامش، صلح، شادمانی و آزادی برای سرزمینمون و برای مردمان سرزمینمون و برای همه مردمان جهان باشه. در این برنامه نیم ساعته چند مورد رو با شما میخوام مطرح کنم. اول بهترین های سال رو در ارتباط با میراث فرهنگی و میراث طبیعی و محیط زیست در مورد معرفی کنیم. بنیاد میراث پاسارگاد این هر سال طبق سنت خودش دو شخصیت یا گاهی چند شخصیت رو در رشته های مختلف انتخاب میکنه. امسال دو نفر رو در رشته میراث فرهنگی و محیط زیست انتخاب کرده. مورد دیگه ای رو که براتون میخوام صحبت بکنم مربوط به آمارهای نوروزی که از سوی مسئولین جمهوری اسلامی در مورد تعداد افرادی که برای سال تحویل، سال نو به شهرهای مختلف رفتن رو اعلام کرده و ما میخواییم ببینیم که آیا این آمارها واقعیه یا نه. مورد دیگه در ارتباط با مصادره آیین‌های ملی ما از سوی حکومت جمهوری اسلامی. و اما دو شخصیتی که انتخاب شدن برای از سوی بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین های سالی که گذشت، آقای علی قلی بختیاری، تاریخدان، ایرانشناس و متخصص زبانهای باستانی به عنوان بهترین شخصیت سال 1391 انتخاب شدند به خاطر چند دهه تلاش خستگی ناپذیر برای حفظ میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی ایران، پژوهش‌های گسترده در بخش‌های مختلف تاریخ، ادبیات و عرفان ایرانی، تدریس در دانشگاه‌های ایران و کشورهای دیگر برای شناساندن ادبیات و تاریخ ایران، تدریس داوطلبانه و آزاد به جوانها و برانگیختن اشتیاق آنها برای فراگیری تاریخ فرهنگ ایران و تشویق آنها به حفظ داشته‌های ملی و ایرانی خیش، تألیف و انتشار مجموعه از کتاب‌های کم نظیر که هر کدام اونها میتونه به عنوان منبع ارزشمند ماندگار باشه و مسائل دیگه ای هم در مورد ایشون نوشته شده، بایوگرافیشون، که شما میتونین به سایت safepasargad.com یا کمیته نجات پاسارگاد تشریف ببرید و اونها رو ببینید. شخصیت دوم آقای اسماعیل کهرم هستند که ایشون به عنوان بهترین شخصیت در رشته میراث طبیعی و محیط زیست در سالی که گذشت انتخاب شدن. دلایل انتخاب ایشون هم این هاست. آقای دکتر اسماعیل کهرم بومشناس و کارشناس میراث طبیعی و محیط زیست به عنوان بهترین شخصیت میراث طبیعی سال 1391 به خاطر چند دهه تلاش بیوقفه در نگاه داشت میراث طبیعی و محیط زیست ایران، ارائه هشدارهای بهنگام در مورد به خطر افتادن این میراث ها بدون ملاحظات فرصت طلبانه، برخوردهای شجاعانه با ویرانگران میراث طبیعی و محیط زیست، داشتن نگاه هوشیارانه و علمی نسبت به طبیعت و اهمیت آن در زندگی انسان، به وجود آوردن ادبیاتی تازه و گیرا در ارتباط با محیط زیست و میراث طبیعی و برانگیختن علاقه و حس مسئولیت در مخاطبین خود. امیدوارم که این دو شخصیت
همیشه سلامت و پر انرژی باشن، برای ایران باشن و برای ایران و مردمان ایران و میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی ما و میراث معنوی ما تلاش کنن. و اما در مورد آمارها، یکی از بدترین چیزهایی که در این سه دهه گذشته بر سر سرزمین ما اومده، مقدار دروغهایی است که از سوی مسئولین حکومتی گفته میشه. طبیعیه که در همه کشورها، کشورهایی که آزادی نیست، دیکتاتوریه، زورگویه، هیچ حساب و کتابی نداره، حکام دروغ میگن، مسئولین ممکنه دروغ بگن. و حتی در کشورهای پیشرفته غربی که بر اساس قانونهای زمینی و بر اساس حقوق بشر و اینها هستش و مطبوعات آزاد هستن، گاهی وقتی که یکی از مسئولین دولتی دروغ میگه، جنجالی راه میفته، سر و صدایی میشه و گاهی حتی به کنار رفتن اون شخص و وادار کردن او به استعفا میکشه، یعنی ناچار میشه که استعفا بده. ولی من میتونم به جرأت بگم که ما در حال حاضر، نمیخوام بگم در تاریخمون، چون ما تاریخ نوشته شده همون نمیتونیم بگیم که در فلان تاریخ حکام دروغ میگفتن، و اگرم میگفتن خب انقدر رسانه ها وجود نداشت به گوش مردم برسه، ولی میتونم بگم که اکنون در سراسر دنیا ما حکومتی که مسئولینش این همه دروغ بگن به مردم نداریم، و این هم مثل اینکه مسابقه گذاشتن در دروغ گفتن. ولی از بین تمام این مؤسسات و ادارات مختلفی که به مردم مدام دروغ میگن، بدترین دروغگوها در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و چیزهای دیگه که دنبالش هستش هست. یعنی اینها، من این رو به این دلیل میگم که ظرف 8-9 سال گذشته که شاهد عملیات اونها بودم و به استناد مطالبی که منتشر شده و از در واقع بیشترشونم در نشریات خود حکومتی بوده، میتونم ثابت بکنم که اینها در واقع راحت میشه گفت که کمتر راست گفتن، همیشه دروغ گفتن. از دروغ‌های بزرگشونم در نوروز که میشه، به خصوص از سال 1385 تا 7 که بعد از ماجرای سد سیبند بود و علاقه مردم به حفظ میراث فرهنگی زیاد شد، اعتراض ها زیاد شد، آشنایی ها زیاد شد با این مسئله، تعداد کسانی که نوروز می رفتن به شهرهای مثل پاسارگاد، تخت جمشید و جاهایی که اماکن ملی بود زیاد شده بود، و حتی آمارهایی که اینها میدادن، یعنی اداره آمار میداد، نشون میداد که من حتی یه آمار دارم که در سال 87 از طرف سازمان آمار و راه و ساختمان و همه چی اعلام شده و معاون گردشگری هم ناچار این آمار رو اعلام کرد که استان فارس مقام اول گردشگری رو داره، و نوشته شد که تا پایان روز 10 فروردین 4,980,000 نفر، یعنی نزدیک به 5,000,000 نفر از استان فارس دیدن کردن که بیشترینشون به تخت جمشید، پاسارگاد و حافظیه رفته بودن. ولی از اون سال به دلایلی که کاملا روشنه، شروع شد آمارها رو ناجور دادن. یعنی مثلا همین امسال یک آمار 162 میلیون نفری رو
به عنوان کسانی که سفر کردن اعلام کردن و که این یعنی سه برابر جمعیت مردم. البته این اشتباه آماری، اشتباه عمدی که کردن اینه که مثلا اگر کسی از تهران رفته به شیراز از هر مسیری که گذشته اون مسیر رو تعداد جمعیتش رو شمردن، هر کسی هم که رفته از اول شمرده شده. مثلا قم رو اعلام کردن تا 5 روز اول 21 میلیون نفر قم رو دیدن، یعنی اینکه در مقابل جمعیت قم مثل اینکه هر با برای هر تک نفری که مقیم استان قمه 18 نفر رفتن اونجا. شما فکر کنین که اینا چجوری اونجا جا گرفتن. در واقع اینا کسانی بودن که از اونجا گذشتن که برن مثلا به اصفهان، برن به شیراز، برن به جاهای دیگه، به هر جایی که از قم رد میشن. و ولی متاسفانه مثلا شهباز یزدانی معاون گردشگری و رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور میگه جمع‌آوری نهایی آمار تعداد سفرهای نوروزی از سراسر استانهای کشور ثبت 162 میلیون و 179 هزار نفر رو به همراه داشته. به هر حال ایشون میگن که قم رکورد سفرهای نوروزی در کل کشور را شکست. از یک طرفی هم اداره راه و ترابری و کسانی که وارد قم میشن به جایی که از کنارش رد بشن میگه که 5 میلیون نفر رفتن قم. و استاندار قم هم اعلام کرده که مثل سازمان میراث فرهنگی که بله 21 میلیون نفر رفتن اونجا. و در این حال آمارهایی رو که نشون دادن گفتن میگن تا الان که مثلا 7 روز 8 روز گذشته میگن مشهد اولین تعداد مسافرین رو داشته و برای زیارت رفتن اونجا. دومی رو قوم اعلام میکنن، سومی رو مازندران اعلام میکنن و چهارمی رو میگن استان فارس. البته هر روز یک عددی رو میگن اما حاضر نیستن که همونطور که گفتم از سال 1387 سازمان میراث فرهنگی به عمد تعدادی رو که دارن میرن به اماکن ملی همیشه آورده پایین و تعدادی رو که میرن به اماکن مذهبی برده بالا. و من نمیدونم این چه اصراریه که شما هیچ عیبی نداره که در مثلا زمان عاشورا مراسم مذهبی بگین که آدم ها همه رفتن اونجا در زیارتگاه ها، ولی وقتی که در نوروزه و از مسیحی و زرتشتی و یهودی و انواع مردم ها لا مذهبین و همه اینها میرن به برای نوروز، خب اونا نمیرن زیارت، اونا میرن به اماکن ملی. به هر حال این دروغ ها رو اونها گفتند و در این حال اشتباهات عجیب و غریبی میکنن. مثلا میگن که در فارس نشون داده که 34% رشد آمارهای سفرهای نوروزی زیاد شده نسبت به پارسال، ولی وقتی که شما با پارسال این عدد رو جمع میبندین میبینین که مثلا 55% آوردنش پایین. خلاصه ملغمه عجیبیه که وقتی این آمار رو و این نوشته های مسئولین رو در سراسر جاهای مختلف و به خصوص سازمان میراث فرهنگی رو میخونین اصلا نمیدونین واقعا چه اتفاقی افتاده. اما من یه راه حل پیدا کردم برای اینکه بگیم که کجا مردمان بیشتر رفتن. من آمدم از روی عکس هایی که در نشریات خود حکومتی چاپ شده، یعنی نشریاتی که مال خودشونه، مال کسی نیستش، از روی اونها
نگاه کردم ببینیم که مثلا جمعیتی که در تخت جمشید جمع شده، همینطوری با نگاه که آدم ببینه چند نفرن، جمعیتی که در پاسارگاد جمع شده چقدرن، جمعیتی که در مشهد جمع شده، در قم جمع شده. و متاسفانه وقتی این که در شهرهای دیگر رو نشون بدیم و اونها هم زیاد علاقه ندارن که شهرهای مختلف رو مثل کرمانشاه در کردستان، مردم طبیعیه که بلند نمیشن برن امام رضا، برای اینکه اکثرشون سنی هن. خب اونا میرن در اماکن ملی، ولی اینها رو هیچ کدوم رو منتشر نمی کنن. به هر حال برعکس اون چیزی که اونها میگن که قم، مازندران، اصفهان، فارس، ببخشید قم، مشهد، قم، مازندران، اصفهان، فارس ادعاشونه، شما میتونین با این عکس هایی که خواهید دید متوجه بشید که در واقع چقدر وجود داره این، یعنی نسبت جمعیت رو خودتون متوجه بشید. و در این حال چند تا عکس ازش فردوسی بود و البته عکس هایی که معمولا گاهی همراهان ما از شهرهای مختلف عکس بر ما میفرستن، مثل عکس هایی که شما خواهید دید الان، این عکس هایی که از پاسارگاد گرفته شده، هنرمند بسیار خوشفکر و خوشکار ما از نظر اینکه کار عکاسیش فوق‌العاده خوبه، از پاسارگاد تهیه کرده. همکاران دیگه ما هستن از شهرهای دیگه برامون میفرستن، ولی هنوز مثلا از آرامگاه فردوسی به دست ما نرسیده. چند تا عکس هست که در این بین میبینین که من خیلی دلم گرفت، برای اینکه خیلی کم اونجا هستن. البته همه میگن که امسال تعداد افرادی که به اصولا استان مشهد رفتن و خیلی کم بوده. خب طبعا وقتی خیلی کم بوده دیدار کننده های اونجا هم، دیدار کننده های فردوسی هم کمتر بودن. به هر حال ما میریم عکس ها رو نگاه میکنیم و قضاوت کنین خودتون که ببینید مردمان برای یک جشن ملی خودشون، نوروز خودشون، سال نوی خودشون چگونه و به کجاها رفتن.
با سلام مجدد، عکس ها رو دیدید و میتونید خودتون دیگه قضاوت کنید که مردم برای نوروز، این جشن ملیمون، بزرگترین عید ایرانیان، به کجاها بیشتر مایل بودن برن. اما مورد دیگه‌ای که امسال اتفاق افتاده و به نظر من به نوعی مصادره آیین‌های ملی ما هست، یعنی کاری که به نظر من تا به حال یا تا اونجا که من میدونم انجام نشده بود و الان دارن این کارو میکنن، و اون اینه که برخلاف از اونجایی که مردم جمعیت زیادی به شهرهای مختلف و اماکن ملی میرن و اونجور که براتون در مورد آمار گفتم، بالاترین جای تعداد بیشترین مردمی که میرن به تخت جمشید بوده در این سالهای گذشته و بعد پاسارگاد. تخت جمشیدم برای اینکه امکانات بهداشتی داره و امکاناتی داره که مردم حداقل بتونن در اونجا آبی بخورن، دستشویی برن، ولی در پاسارگاد چی وجود نداره و به این دلیل اینها امسال آمدن یک کاری کردن در تخت جمشید که حیرت انگیزه. مثلا آمدن در بلنگو گذاشتن در نقاط مختلف این منطقه و از یک ساعت دو ساعت به سال تحویل مونده آیات قرآن، کلمات که مربوط به مذهبیه و زیارتنامه امام زمان و غیره رو پخش کردن و در واقع کاری رو که باید در مسجد انجام بشه و در زمانهایی که مربوط به مراسم مذهبیه آمدن در یک مکانی که هیچ وقت هیچ ارتباطی نداشته با مذهب، یعنی تخت جمشید، همیشه از قبل از در دوران باستان برای برگزاری جشنهای نوروزی بوده و هیچ وقت هم حتی در زمان قاجاریه که اون همه تعصبات مذهبی در دربار و غیر بالا بود، نیامدن برن در تخت جمشید قرآن بخونن و این حکومت این کارو کرده و این انقدر بی ربطه. مثل این میمونه که مثلا عید فطر یه عده حاجی فیروز را بندازن برن مثلا در امام رضا برقصن. این کار زشتیه که سازمان میراث فرهنگی این رو انجام میده و به نظر من باید علاقمندان به میراث فرهنگی و علاقمندان به آیین‌های ملی جلوی این کار رو بگیرن. من میدونم در بین مسئولین هم کسانی هستن که عقلشون به این میرسه که هر چیزی جایی داره. در میان آیین‌های ملی هرگز اون هم که مربوط به تمام مردمانه، با هر مذهبی و با هر لا مذهبی که داشته باشن، این آیین‌ها رو محترم میدونن و برگزار میکنن. کسانی که علاقه دارن، مسلمان‌های شیعه‌ای که علاقه دارن در سال تحویل قرآن بخونن و زیارت حضرت امام زمان رو، میتونن در مساجد این کار رو بکنن یا اینکه در خونه هاشون، و با این کار آیین‌های ملی ما رو به این شکل مصادره نکنن و جای شادمانی مردم، جشن ها و رقصیدن ها، اگر اجازه نمیدین مردم برقصن و بخونن و شادمانی کنن، اقلا اونها رو با چیزهایی رو که ربطی به آیین های ملی ما داره آزار ندید. باز هم سال نو رو به شما تبریک میگم و با بهترین آرزوها تا برنامه دیگری.